خدا را شکر به خاطر این فرصتی که میتونیم با هم دیگه باشیم کلام خدا رو بررسی بکنیم در مورد این پادشاه که عیسی مسیح است که متا در باب یک در مورد نسب نامه جد و آباد این پادشاه صحبت کرد که این پادشاه بعد از ابراهیم بیاد ثابت کرد که از ابراهیم اومده کجا رفته بعد از پادشاه داوود بیاد از اونجا اومده و بعد در باب سه و چار بود که در مورد این پادشاه خود صحبت کرد بکراندش صحبت کرد شاهدینش صحبت کرد که کیها میگن این پادشاه یحیای تمیدنده جز اون شاهدین بود حتی شیطان جز اونا بود در وسوسه خدای پدر بود روح القدس بود خدماتش بود در بابهای بعدی اومد بیشتر توضیح داد در مورد امور پادشاهی که متا پنج شیش هفت بود که این پادشاه با یه سری قوانین داره میاد ولی این قانونش اونی نیست که شما فکر کردید بود این جیده است که حتی با چشم بدگی نگاه بکنی شما زنا کردی اگه عصبانی بشی اصلا شما قتل کردی پس برای همین باید توبه کنی به من احتیاج داری ملکوت آسمان اینا خیلی جالب بود اینا رو توضیح داد بعد ما در مورد قدرت پادشاه صحبت کرد در متا باب 8 و 9 در متا ده صحبت کرد در مورد سفیران پادشاه هر پادشاه یا هر مملکت یه سری سفیر یا نماینده داره حالا در مورد این نماینده ها صحبت کرد که شاگردان هستند که بعدش هم ماها هستیم در باب 11 در مورد مخالفت هایی صحبت کرد که وجود داشت و هنوزم داره چون هنوز در باب, یازده باب هستیم و میخوایم اینجا صحبت بکنیم در مورد این تضاد ها یا مغایرت یا کشمکش هایی که وجود داره بریم به آیه 16 16 تا 19 20. رو خوندیم نه بریم تو 20 تا 24 آنگاه عیسی به سرزنش شهرهایی پرداخت که با اینکه بیشتر معجزاتش در آنها انجام شده بود توبه نکرده بودند وای بر تو ای خور از این وای بر تو ای بیت سیدا زیرا اگر معجزاتی که در شما انجام شد در سور و سیدون روی میداد مردم آنجا مدتها پیش در پلاس و خاکستر توبه کرده بودند اما یقین بدانید که در روز داوری تحمل مجازات برای سور و سیدون آسانتر خواهد بود تا برای شما و تو ای کفرناهم آیا تا به فلک سر خواهی افراشت هرگز بلکه تا به اعماق حاویه فرو خواهی افتاد زیرا اگر معجزاتی که در تو انجام شد در صدوم رخ میداد تا به امروز برجا می اما یقین بدان که در روز داوری تحمل مجازات برای صدوم آسانتر خواهد بود تا برای تو خیلی جالبه اینجا اولا داره میگه که این شهرها عیسی مسیح اونجا رفت موعظه کرد معجزه کرد که خیلی وقت ما فکر میکنیم اگه این نفر معجزه ببینه حتما ایمان میاره من خیلی ها رو میشناسم معجزه واقعی دیدن ایمان نیاوردن حتی یکی از قوم های دور ما هست که یک معجزه خیلی عجیب غریبی دید که یعنی همه دهنشون باز میمونه ولی پسر امروز عرق خور مست میکنه کاملا یعنی یه مدت ایمان آورد بعد از ایمانش رفت و کاملا از خداوند دور هست میگی آخه چطور امکان داره چرا چون قلب ما انقدر قلب عجیب غریبیه که امکان داره همه این چیزها مواظب باشیم که فکر نکنیم که ایمان ما وابسته به معجزات یا چیزهای عجیب غریب یا خارق العاده هست ایمان ما بسته به عیسی مسیح است که از کلامش از طریق کلامش خودش رو برای ما باز میکنه برای همین است که ما باید مردان و زنان کلام و دعا باشیم نه فقط دنبال چیزهای خارق العاده باشی من خودم چیزای خارق العاده دیدم برای خود من شخصا اتفاق افتاده منی که اصلا مثلا هیچ وقت اه... حتی خیلی وقتا شک کردم به خیلی از نباوت که یکی دو بار از طریق من خودم من صحبت کرد یه خواب های دیدم اه... که خیلی خیلی واضح بود یعنی اصلا نمیتونی بگی که این کار خدا نیست خیلی عجیب بوده کار من نبوده خدا من داد رفتم به طرف گفتم اینو دیدم با چنین کامپیوتر با این رنگ در این ساعت چنین چیزی نگاه می کردی طرف زده زیر گریه و خودش هم خادم خدا بود طرف که بهش گفتم و خداوند چیزهای چیزای عجیب غریب به من نشون داده یه مدت در زندگی من چنین کار کرد که خیلی خیلی برای من عجیب بود بعد برای یک نفر یک پیغامی خداوند به من احساس کردم که داد که بعد برم بگم ولی مطمئن نبودم آیا این خداوند خدا نیست آخه این بابا رو اصلا من از ایران ندیدم مثلا دوازده سال اینو ندیدم از وقتی که ایران بیرون اومده بودم اون موقع دوازده سال بود بعدش این چیزی که در مورد این پسر به ذهنم میاد خیلی آخه آمه مثلا چیز خاصی نیست بقیه خیلی خاص بودن این خیلی آمه بعد گفتم نه حتما این از خدا نیست فرداش رفتم یه جایی مراسم دفن بود تو مراسم دفن یه اون پسر رو دیدم که دوازده سال نیده بودم بعد گفتم ای تو خودتی گفت آره خدا رو در سکوت صحبت کردیم و تلفنشو گرفتم گفتم حتما باید با هم صحبت بکنیم به زنگ میزنم ولی زنگ نزدم تنبلی کردم گفتم که بذار بیشتر از خداوند بگیرم بعد برم بگم من وابسته شدم به چیزهای خارق العاده کم کم تو اون اشتباه رفتم و شاید دلیلی بود که بعد از اون دیگه هیچ اتفاقی از این قبیل نیفتاد حتی برای اون پسر هیچ چیز دیگه نشیدم و متاسفانه باش همش وقت تماس نگرفتم تنبلی من بود ولی یه جوری اعتماد من ایمان من رفته بود روی چیزهای خارق العاده که خدا به من اینو نشون داد یعنی خیلی جالب نشون میداد یه بار برای یک پسر هفت تا توی خواب هفت تا سوال به من نشون داد رفتم به اون پسر و گفتم که تو این هفت تا سوالو داری سوال خیلی اساسی و عجیب غریبی جالبی بود که اون پسر وسط کافی شاپ بودیم خودش هم پسر خیلی هیکلی بود زد زیر گریه مثل بچه کوچیک گریه میکرد و گفت همه فکر میکنن من ایمان دارم ولی نیستم بعد همونجا توبه کرد توی کافی شاپ پس من ایمان دارم به خارق العاده ولی یاد گرفتم که ایمان من رو روی خارقلاده بنا نکنم و این خیلی مهمه باید مواظب باشیم از این جریان من خیلی ها رو دیدم که خارقلاده رو دیدن شفا دیدم من خودم باز میگم شفا دیدم مادر خانم من بعد از دوازده سال شفای کامل پیدا کرد حالا من خودم شش ماه قبل تصادفی داشتم که گفتن میمیره فلج میشه کور میشه فلانه به هیچ کدوم نشد که خودش یک شفا است برای خودش ولی با وجود این باز میگم که شفا باشه نباشه خارق ببینم نبینم هیچ فرقی نمیکنه برای من چون که من با عیسی مسیح زنده ملاقات کردم نیدمش ولی دیدمش در روح من چشیدمش و برای همین کلام خدا میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست نمیگه که مثلا ببینید که مثلا چه کارهای عظیمی میکنه معجزه میکنه بعد میفهمید که خداوند نیکوست نه بچشید ببینید خیلی واضح و رو راست باید باشه حالا این عزیزان در این شهرها که اسمش رو خوندین که اسمای سختی هم بود اینا ایمان نیوردن اصلا گرچه شفا و معجزات دیده بودن حالا با این وجود بعدا میبینیم یه جا میگه ایسا، ایسای عیسی مسیح یه, یه نشانه به ما نشون بده اگه این نشانه رو به نش، نشون بدی ما ایمان میاریم ایسای مسیح میگه بابا این همه شفا و معجزه دیدین ایمان نیوردین برای همین میگه صد... صد و معموره که شهرهایی بودن که خداوند اونجا جزا آورد مجازات آورد به خاطر گناهانی که داشتن و اه... میگه اگه صد و میشنیدن این چیزها رو میدیدن والا اونا وضعشون از شما بهتر بود یعنی اینقدر وضعتون خرابه و اینجا در واقع مسئولیت رو میندازه کاملا گردن اون افراد که شما ایمان نیاوردین چرا ایمان نیاوردین نمیفهم ولی ایمان نیاوردین ام و چیزی که برای من شخصا خیلی جالبه این آیه آخری هست که توی 27 میگه نه آیه کدوم بود آخرین آیه که خوندین؟ 24 ببخشید میگه لیکم به میگویم که در روز جزا یعنی روز داوری روز آخر حالت زمین صدوم از تو سهلتر خواهد بود خیلی وقتا ما فکر می‌کنیم جزا جزای دیگه جهنم هم جهنم هم بهشت هم بهشته حالا یا می‌گیم بهشت یا می‌ریم جهنم تمام شد رفت ولی اینطور که پیداست این اینطور نیست خیلی آیات دیگه هم هست حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم ولی این فقط یکی از هست که جذای جزای تو بدتر میشه پس جزا هم انگار لیول های مختلف داره طبقات مختلف داره مراحل مختلف داره یا مثلا پولس رسول میگه ببینید تون تعلیم ندید و نخواهید معلم بشید چرا؟ دلیلش اینه که چون که داوری بر شما سخت تر خواهد بود پس اه انگار داوری هم برای خودش مراحل داره انگار مثلا منی که چشمامو توی کلیسا باز کردم همونجا متولد شدم اصلا در پنج سال اول زندگی مثلا توی کلیسا زندگی کردیم با خانواده توی کلیسا بودم پدر من شوان بوده بعد شده اسخف کلیساهای جماعت رپانی ایران 2400 تو کل... تو خونه ما دعا بوده و پرستش و مشارکت و بررسی کلام و اینا حالا اگه من از کلام خود میدونم و عمل میکنم و اطاعت میکنم و درس میدم و پرستش میکنم همش اینا نکردم چون اینقدر به من داده شده حالا منم بر حسب اون دارم عمل میکنم یه نفر اون روز به من گفت خوش خوشحال تو تو همیشه در دعا پرستش و کلام و اینا هستی گفتم نه از من بیشترم خواسته میشه چون که به من بیشتر داده شده ولی به تو شاید کمتر داده شده الان کمتر هم خواسته میشه پس یه جورایی نگاه نکنیم مقایسه نکنیم آ خوشبال اون 20 تا داره مثلا در خدمت نمرش 20 مال من چهاره ولی به اون 10 تا داده شده بود دو برابرش کرده شده 20 به تو دو تا داده شده بود تو هم دو برابرش کرده شده 4 پس پاد شما یکسانه ولی اگه اونی که 10 تا بود که عادتش 18 تو کردی 4 هنوز پادش تو بالاتر از اونی که مثلا 18 فهمیدید چی میخوام بگم و عیسی مسیح اینو در متی 25 هست بیشتر توضیح میده ولی اینجا یه خود از اون جایی که منو هم باعث آرامش هم میشه هم یه جوری میترسونه منو آرامش چون که خدای ما عادله ترس حالا شاید ترس بهترین کلمه نیست ولی ناآرامی چون که میگم آیا من اراده خدا رو انجام میدم آیا اون چیزی که خدا من به من داده و اون چیزی که از من میخواد رو آیا انجام میدم یعنی هی خودم رو چک میکنم همیشه مستمرن و مثلا من عمل ما به خاطر اون چک کردن ها نیست که آه پس باید بیشتر انجام بدم ولی مسئولیت چیز خوبیه که مسئولیت داشته باشیم که خداوند اینو به من داده پس باید مسئول باشم برای این چیزی که داده حالا ای شهر شما مسئول نبودید وای بر شما اینو میخواد بگم بریم توی آیت 25 تا 27 در آن وقت عیسی اظهار داشت ای پدر مالک آسمان و زمین تو را می ستایم که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده ای. آری ای پدر زیرا خوشنودی تو در این بود پدرم همه چیز را به من سپرده است هیچ کس پسر, پسر را نمیشناسد جز پدر و هیچ کس پدر را نمیشناسد جز پسر و آنان که پسر بخواهد او را, برای او را بر ایشان آشکار سازد بسیار زیبا میگه از دانایان و خردمندان اینا رو پنهان داشتی به ساده دلان و کودکان توی یکی از ترجمه ها میگه توی ترجمه دیگه میگه ساده دلان به ساده دلان اینا رو آشکار کردی پس در واقع یایتونه متا با پنج اگه اشتباه کنم آیه پنج بود که میگه خوشا به حال پاک دلان زیرا خدا رو خواهندید این همینه چون که پاک دلی ساده دلی پاکه خداوند خودش آشکار میکنه و میبینیم پس احتمالش خیلی زیاده که هر ایماندار ساده دل پاک دل و یه جورایی کودک هست که ایماندار شده اونی که خیرتمند و دانا هست به این منظور نیست که خداوند آشکار نخواهد کرد ولی اگه خیرتمند و دانا به این منظور که من احتیاج ندارم به خدا چون خیرتمند و دانا هستم اون غرور روحانی است بیشتر این من و دانا و اون کلمه رو بیشتر میخواست بگه اینجا برای اون هیچ وقت آشکار نخواهد شد سوالی هست یا ادامه بدیم بله من میخواستم بپرسم که اینجا چطور عیسی مسیح در شهر بوده ولی مردم ایمان نیاورده بودن این تصمیم مردم بوده مثلا نخواستن ایمان بیارن یا اینکه خدای پدر نخواسته خودشو به هر کسی آشکار کنه خیلی سوال خوبیه چون که این کنتراست رو منم میبینم اینجا که در آیت کنم 20 تا 24 بود که میگه سر و سیدون شما قبول نکردید همه اینا رو دیدید فرضتون خرابه خراب شهرهای بیت سیده چیزهای مختلف میگه و گردن تقصیر رو میندازه گردن اونها خیلی واضح میگه شما ایمان نیاوردید و اگرم میگفت که آها پدر برای شما آشکار نکرده پس بیخیال ولش کن حالتون خوبه شما ولی نه میگه که وای بر شما انگار یک مسئولیتی هست که باید میپذیرفتید باید میدیدید قبول میکردید ایمان میآوردید ولی نکردید پس تقصیر شماست سریعا بعد از اون که من فکر میکنم عمدن اینجا سریعا بعد از اون میاد در آیه بعدی سریعا بعد از 24 در آیه 25 میاد میگه که عیسی مسیح میگه که پدر هست که آشکار میکنه بر ساده دلان اینا را آشکار میکنه هر کسی که بخواد آشکار میکنم هر کسی که نخواد انگار آشکار نمیکنه اینجوری انگار میفهمیم از این که این یک بالانسیه که راستش رو بگم من نفهمیدم از اون چیزایی که من نفهمیدم ولی ایمان دارم بهش من ایمان دارم که خداوند منو انتخاب کرده من در گناه مرده بودم چطور میتونستم انتخاب بکنم یه نفر که مرده است انتخاب بکنم خداوند اومده زنده کرده منو پس کار خداونده در عین حال ایمان دارم که من بل جواب بله گفتم به خداوند تو،, تو که مرده بودی چطور میشه نمیدونم نمیفهمم <applause> چرا اینو میگم چون که بسیار بحث بزرگی است میتونم بگم بزرگترین بحث بین مسیحیان از قرن دوم شروع شده یا حتی اول شاید این بوده که در قرن 16 هم یه نفر به اسم کلوین جان کالوین اومد و گفت که خداوند شما رو انتخاب میکنه شما هیچ انتخابی ندارید در سید جانتون پس اگه شما نجات یافتید خداوند شما را انتخاب کرده و چند صد آیه هست مثلا ابرانیان نه ابرانیان نه و باب یک میگه پیش از تولدتون خدا شما را انتخاب کرده بود رومیان باب نه هست که میگه که خداوند ایسو را انتخاب کرد ببخشید یعقوب را انتخاب کرد ایسو را انتخاب نکرد یعنی خیلی واضح خیلی جا میگه که اینا انتخاب شدن شما منتخبین این, این کلمات همیشه هست به انگلیسی predestination اینا خیلی میشنمیم اینجا پس این بوده و چون کلام خدا میگه که خدا انتخاب کرده من ایمان دارم که خدا انتخاب کرده در این حال چون که کلام خدا میگه که تو انتخاب میکنی تو و توبه بکنی من ایمان دارم که من توبه میکنم حالا چطوری این دوتا با هم دیگه همکاری و همراهی میکنن نمیفهمم آیا قراره بفهمم؟ نه آیا قرار ایمان بیارم؟ بله پس ایمان میارم که مسئولیت من هست در این حال کار خداست چطوری این دوتا با هم دیگه دوست میشن؟ انگاه دشمن ها ولی از،, از, فکر، از فکرم جان ویسلی بود پرسیدن یک سی سال پیش تقریبا من گفتن جان ویسلی جواب اینو بده چطوری خداوند میاره اه، اه، چطوری شما آشتی میارید بین اراده آزاد و جبر الهی یعنی اراده خدا که خدا انتخاب کرده اینجا ایسای مسیح گفت خدا آشکار میکنه چطوری آشتی میارید بین اراده خدا جبر الهی یا اراده آزاد انسان که انتخاب انسانه جان وسل جوابش برای من خیلی جالب بود گفت دوستان احتیاجی به آشتی کردن ندارن یعنی <تص> گفت از دید خدا اینا دوست هستن برای ما دشمنن ولی قرار نیست ما این رو از دید خودمون نگاه بکنیم اگه کلام خدا دوتاش رو هم میگه و برای هر دوتا صدها آیه هست باید ایمان داشته باشیم که اینا یه جورایی با همدیگه در کار هستن ما اینگار یه بود سومی کم داریم نمیبینیم که دقیقا چطوری این دوتا میتونه با همدیگه یک جا باشه من حتی می ویدیو توی یوتیوب برای من جالب بود میگفت که شما فرض بکنید یه سطح مثلا روی میز ام جانورانی هستن که بود طول و عرض رو دارن ولی بود عمق یا بلندا رو ندارن پس اصلا نمیفهمه وقتی میگی مثلا یه متر نمیفهم یعنی چی یه متر بلندا بلندا چیه فقط مسافت میدونه چیه دیگه عمق و اینا نمیدونه ارتفاع نمیدونه چیه حالا میگفت که مثلا از این نقطه اگه میخوان این دوتا رد بشن حتما میخورن به هم دیگه چون که یک بعد ارتفاع رو کم دارن پس اصلا نمیشه ما اینطوری هستیم انگار یه بود کم داریم آقا اراده آزاد انسانی اراده خدا نمیشه خدا انتخاب کرده من انتخاب نم... آقا برخورد میکنی ولی من مطمئنم که بعد از مرگ ما وقتی بریم پیش خداوند اینا رو خواهیم دید و یه بعد دیگه به ما اضافه میشه ای... سه بعدی میشیم یه <تصفيح> <تص <Evet> بعد دیگه میاد ببینیم اه میشه اگه ارتفاع باشه این دوتا میتونه اصلا از یک جا با همدیگه رد بشن و به هم دیگه برخورد نکنن اینجا یکی از جاهایی است که اتفاقا عیسی دو تاش رو بغل هم آورده شما ایمان نه وای بر شما خداوند هست که انتخاب میکنه که کی ایمان بیاره گیت شدم یعنی چی پس گیت شدم بعضی موقع بد نیست یکی از اون چیزایی که مثل شکیه که دفعه پیش در موردش صحبت کردیم که یحیی شک داشت شادم صد درصد چیز بدی نباشه بعضی موقع خوبه من هر وقت از این شک ها پیش میاد که آیا... نفهمیدم حالا خداوند تو انتخاب کردی یا من انتخاب کردم این جور وقتا من معمولا ایمانم بیشتر میشه چرا که میفهمم چقدر کوچیک هستم انسان گناهکار کوچک که من حتی چیز ساده رو نمیتونم بفهمم ولی این کلام اینقدر عمیق اینقدر بزرگی که من اصلا نمیتونم بفهمم نمیتونم ببینمش اینه مثلا یه لیوانی که من یک بود دارم یک دید دارم از این طرف نگاه میکنم حالا برم از اون طرف نگاه بکنم از دید خدا و اراده آزاد نگاه بکنم یه چیز دیگه میبینم حالا دوتاش هم هست ولی من یه چیز میبینم پس این کوچیکی منو نشون میده ولی بزرگی خدا رو که خدا عظیمه حالا یه نفر در قرن 16 آمد به اسم جان کلوین یه چیز اشاره کرد بعد یکی دیگه اومد به اسم آرمینیوس که یه چیز دیگه اشاره کرد که گفت نه فقط اراده آزاد هست بعد اینها تبدیل شدن به فرقه ها کتاب امروز هست میگن کلوینیست آرمینیست یعنی پیروان کالوین و پیروان آرمینیوس هر وقت از من این پرسن هستی آرمینیست من میگه من مسیحی هستم <laughs> 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 سوال خوبی بود جواب طولانی ببخشید خود زیادی طولانی شد <laughs> بریم توی آیات 28 تا 30 <laughs> <laughs> بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید یوغ مرا بردوش گیرید و از من تعلیم یابید زیرا حلیم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک آمین یکی از آیات معروف کلام خدا هست بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما را آرامی خواهم بخشید حالا اینجا باز انگار این دوگانگی که در موردش صحبت کردیم باز اینجا هم هست که عیسی مسیح است اون کسی که آرامش میده ولی تو انگار باید بیای ولی یه جای دیگه یه کلام میگه که تو نمیتونی بیای تو رومیان میگه هیچ کس نمیتواند بیاد یا توی اه... یوحنا باب 14 است اگه اشتباه نکنم میگه هیچ کس نزد پدر نمیآید مگر اینکه پدر او رو رو به سمتی خودش بکشه اونم از طریق عیسی مسیح این کارو میکنه یعنی بازی خود گیج کننده هست ولی قرار نیست همه چیز رو 100 درصد بفهمیم قرار ایمان بیاریم به اینها پس اینجا بیایید نزد من من فکر میکنم عمدن عیسی مسیح با بیایید شروع میکنم چرا که در اون زمان اصلا کل قضیه در مورد انجام دادن بود یعنی شریعت اینو میگه عهد اینو میگه موسی اینو گفته حالا باید انجامش بدی فریسی هم اونجا با چوب وایسادن سرت اگه خراب بکنی میزنن تو سرت انجام بده اینو انجام بده حالا روز سبت هیچ نباید بخوری حالا این کارو باید بکنی هی کلی انجام انجام این کارو انجام بده این کارو انجام بده این کارو انجام بده عیسی مسیح میاد میگه بیاید یعنی انجام ندیم نه بیا فقط بیا من به تو آرامه میدم تو کاریت نباشه تو قرار نیست کاری انجام بدی تو فقط بیا انگار همونطوری که هستی بیا یک دعوت هست یک فرمان نیست که این کار رو بکن این یکی میگه بیا و ما باید بیا داشته باشیم که خیلی وقتا ما هم مثل فریسیان یا یهودیان همون زمان میشیم خیلی وقتا ما مسیا من دیدم طرف میگه ای باید کتاب مقدس رو بخونم وای دو روز نخوندم یه ماه نخوندم حالا خیلی بعد یه ماه نخوندیم یا سه اون روز یه نفر اومد تو کیسه چند روز پیش بود اومد یه شهادت بده وقت شهادت آزاد بود گفتم کی میخواد شهادت بده یکی اومد گفت من چهار ماه کتاب مقدس نخوندم بعد هم منتظر بودیم ادامه بده گفتیم خب ادامه بده گفت که فقط میخوام بگم که خدا من دوست داره گرچه من چهار ماه نخوندم من نشست گفتم واقعا راست میگه خدا رو شکر ولی همین شهادت خیلی جالبی نبود بله خدا دوست داره ما رو ولی در عین حال باید سوء استفاده نکنیم از اون در عین حال باید بدونیم که آقا شما که چهار ماه نخونی من بعدش صحبت کردم گفتم حالا چیکار میکنی که بخونی گفت هیچی گفتم ببین میدونی چیکار باید بکنی سر گفت بیا همون جوری که هستی برو نمیخونه چون که احتمالا حدس میزنم در گناه هستی و هرچی حدس زده بودم در موردش درست بود همشم و گفتم به خاطر این بعد احساس میکنی نمیخونی گفت آره دقیقا گفتم ببینی سر میگه بیا همونطوری که هستی بیا یعنی قرار نیست تو مثلا پاک بشی بعد بگی حالا که پاک شدم حالا برم همون بگیرم نه اتفاقا همان برای کسیفان هست <applause> چون که کسیف هستی بیا پس این دعوت برای همه ما هست در هر شرایطی که هستیم بیایید نزد من اینجا سه تا کلمه هست که اولیش سه تا کلمه اصلی هست اولیش همین بیایید بود که با انجام دادن خیلی فرق میکنه بیایید بیدونید اعمال باب پونزده آیه یک و ده هر دو در این مورد صحبت میکنه که فریسیان اون زمان و حتی یهودیان اون زمان خیلی میگفتن که باید احکام موسی رو انجام بدی حتی باید ختنه داشته باشی شمایی که ایماندار شدی توبه کردی باید ختنه بکنی مثلما برای مردان اگه نه خدا تو رو قبول نمیکنه باز شریعت سنگینی باز انجام دادن یک کاری در اعمال ده میگه پس اکنون چرا خدا را امتحان میکنید که یوغی برگردن شاگردان مینهید که پدران ما و مانیز طاقت تحمل آن را نداشتیم همه اون موقع خسته شده بودند از دین و مذهب و شریعت و امور و انجام دادن کارها عیسی مسیح هم میدونه اینو برام میگه بیا بیایید نزد من گرانبار هستی خسته هستی اتون کلماتی که استفاده میکنه دقیقا شرایط زمان بود که از تمام اینها از دین و مذهب و شریعت خسته و گرانبار بودن بار خیلی گران یعنی سنگین یعنی سنگین بود ای گران بار ای خسته بیا من به تو آرام میدم حالا دعیلی داره که ادامه میده با کلماتی که اینجا استفاده میکنه ولی دفعه بعد در این مورد صحبت خواهیم کرد ولی یکی از زیباترین آیات هست به نظر من که ما میتونیم استفاده بکنیم برای بی ایمانان یا کم ایمانان که بیا عیسی مسیح گفت بیا گفت نه نق... نه این کارو بکن نه اون کارو بکن نه دعا بد بکنی 6 ساعت 6 دقیقه 6 ثانیه چی آقا فقط بیا بیا نزد من من به تو آرام میخوام بخشید و ما مسلما شاهدینی هستیم که میتونیم اینجا جلوی دوربین بگیم که ما رفتیم و عیسی مسیح به ما آرامش داده و میلیون ها شاهد هستن امروزه که رفتن و عیسی مسیح آرامش داده و این زیباست خدا شما رو برکت بده